یه اشکال فقط داره، واقعی نیست. هم اشکال دیگه نداره. اشکال خیلی خیلی ساده است. این خیلی ساده است، خیلی روندم هست، خیلی هم به اصطلاح راحته. و به همین دلم دادگاه سوئد هم راحت رفته سراغ همین، چون راحته. فقط یه اشکال کوچیک داره که واقعی نیست. نه حکم قطعام خمینی رفتی فروغ جاویدان داره، نه تاریخش بعد از اونه، نه متنش در مورد اونه، نه مجاهدین بخش از ارتش عراق بودن. این حرفا چیه؟ کجا بخش ارتش عراق بودن مجاهدین؟ نه اونجا فرماندهی مشترک داشتن، نه سازماندهی جنگشون با اونا مشترک، اصلا ربطی به هم نداشتن. از کجا اومد این حرفا؟ خب پس اومدن به قول معروف اشرق و مشرق رو با هم چسبوندن برای اینکه بتونن این توری رو شکل بدن، برای اینکه بتونن حمید نوری رو محاکمه کنن. این میشه این دستگاه. حالا دستگاه دیگه، دستگاه دیگه اینه، میگه که مجاهدین با خمینی میجنگیدند، خمینی هم مجاهدین رو میکشت. این دستگاهی که از 40 سال پیش جریان داره، همه هم میدونن اینو. خب بخش به بقیه جنگا ما کار نداره، اون فقط اثبات میکنیم که بوده، برای اینکه مشخص باشه که جنگ مجاهدین محدود به جنگ عراق نیست، برای اینکه اون توری ضربه بخوره. ولی در این حال اصلا میریم همون عملیاتی که مجاهدین در عراق انجام دادن. خب عملیات مجاهدین عملیات خودشون انجام میدادن، خودشون طراحی میکردن، خودشون فرماندهی میکردن، خودشون اجرا میکردن، پشتیبانی آتششون با خودشون بوده. ببین فیلم ها همه هست، همه توپ هایی که توی چیز داره شلیک میشه توی عملیات چلچراغ همش پرچم آرم ایران کنار، آرم مجاهدین و پرچم ایران کنارشه. مگه عراقی جرأت میکرد؟ عزیزا اصلا هیچ عملیاتی ندارن عراقی ها که اسم ایرانی داشته باشه. هیچی. چلچراغ؟ چلچراغ دیگه چیه بر عراقی؟ عراقی تا وقتی که ما رفته بودیم عراق به ایرانی ها میگفتن مجوس. به خاطر حضور مجاهدین بود که از این کارشون دست برداشتن، وگرنه که اصلا ایرانی به اسمش نمی‌شناختن. چه اصلا به لغت ایران و فرهنگ ایران هم چلچراغ، چلچراغ و آفتاب تابان و اینم فروغ جاویدان، این حرفا، اینا که مسخره است. یعنی کسی این حرفو میزنه که به اصطلاح خیلی حقایق رو روش خاک می‌ریزه. حالا بنابراین نه اینجوری نیست، مجاهدین خودشون هم عملیاتش انجام دادن، شهیدش هم خودش دادن، شهدای فروغ جاویدان همشون مجاهدن. یک دونه سرباز عراقی نه دستگیر شده، نه زخمی شده، نه اونجا کشته شده. کمان که تو فروغ جاویدان یک نفرشون شرکت نداشته، کمان که تو آفتاب. پس عملیات مجاهدینه. وقتی که عملیات مجاهدینه، خمینی هم به خاطر این نبوده که اینا رو اعدام کرده. خمینی به خاطر اون چیزی که خودش گفته اعدام کرده. تو دهن خمینی حرف نذارین، به قول این حمید نوری این حرف خوب بلده. تا شروع می‌کرد چیزی در موردش کس گفته، گفت تو دهن من حرف نذارم، من خودم حرفام بزنم. حالا به اینم باد گفت جنایتکار، توی دهن خمینی حرف نذارین. میگه خمینی خودش چی گفته؟ گفته امضا هم کرده زیرشو. خب گفته که 8 تا دلیل آورده که به این دلایل من میگم مجاهدین باید اعدام بشن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 فروغ جاویدان توش نیست، چلچراغ هم توش نیست، آفتاب هم توش نیست. بله. از این 8 تا 5 تاش، از 6 تاش اصلا ربطی به جنگ ایران عراق نداره. تو 2 تاش اشاره به عراق هست، ولی اونجا میگه عملیات مجاهدین در شمال، جنوب و غرب کشور. آقای کنت لوئیس برای اینکه به اینا بفهمونه که آقا جان ببین شمال و جنوب و غرب کشور این ربطی به این که این عملیاتی شما میگین نداره. آخه شمال کشور اون موقع شوروی بود، الان آذربایجان و ترکمنستان ایناست. غرب کشور ترکیه هست و عراق. جنوب کشور خلیج فارس و دریای عمانه. بالاخره خمینی کجا رو میگه که میگه جنوب شمال و غرب و جنوب کشور؟ از کجا میگین مربوط منظورش ایناست؟ منظورش سراسر ایرانه. خودش هم آخرش میگه عملیات اینا از روز اول تا حالا علیه ما. پس درسته که این همزمان با آتش بس داره این حرفا رو میزنه و پایان جنگ عراق، ولی این فرمان یا این حکم جنایتکارانه ارتباطی با جنگ ایران عراق نداره که راجب خیلی اصلا راجب ایدئولوژی مجاهدین داره میگه. میگه اینا منافقن، اینا مرتدن، اینا محاربن. یعنی حرفای عقیدتی داره میزنه، حرفای ایدئولوژیک به اصطلاح داره میزنه. به این خاطر میگه مجاهدین باید اعدام بشن. پس بنابراین اگر اینجوری نگاه کنیم، اون وقت اینجوری میشه که پس علت اینکه خمینی این حکم صادر کرده جنگی است که طی سالیان وجود داشته بین دو طرف، که این بخشش هم الان تو عراق بوده. منتها خمینی در پایان جنگ چون دیگه میدونسته که خودش با این جنگ در حال اتمام هستن، تصمیم گرفته که دشمن اصلیش هم از بین ببره. بنابراین میشه دقیقا گفت که حمید نوری
نه به خاطر اینکه قوانین جنگ بین المللی رو نقض کرده، قوانین یک نزاع مسلحانه غیر بین المللی چون نقض شده که اون قوانین بین المللی بر این جنگ هم حاکم هست. بله. پس بنابراین آره اون جنایتکار جنگی هست، جنایت جنگی مرتکب شده، ولی به این مفهوم. بله. حالا اگر فرصت باشه من میگم اشکالش اگر چیه. اگر اجازه بدین که دوستان پای خط خیلی وقت منتظرن، یکی از تماسا رو بشنویم بعد دوباره ادامه بدیم. آقای اکبر بندلی از آلمان روی خط هستید. سلام میکنم به شما، گوش میکنیم به نظر شما درباره بحث برنامه امشب و خواهش میکنم که لطفاً کوتاه بفرمایید. منم سلام عرض میکنم نسبت به شما و برادر جنابان و سلام به شما. قربان شما. سلام. بحثی که شروع کردید مثلا من میخوام یه نمونه عینی بگم. بحثی که شروع کردید یه نمونه محمد سلامی میخوام اشاره کنم. محمد سلامی دستگیری سال 60 بود، سال 68 آزاد میشه، بلافاصله میخواست اقدام به خروج از کشور کنه، دستگیر میشه و سال 79 بود تا 72 صداش کردم، فروردین 72 صداش کردم واسه اعدام کردن. بعد ما رو همه رو جمع کرد تو اتاق شروع صحبت کردن، گفت که من سال 58 هوادار شدم، بعد دیگه هوادار شدم مسئولم به من گفت که تو این راه مقام و پست و مقام و وزارت در کار نیست، این راه زندان شکنجه است، آخرش اعدام. من آگاهانه اون موقع پذیرفتن این مسیر. سال 58 مسعود مجاهد، مسعود محمد به محمد این حرف زده بود، منم آگاهانه پذیرفتم، امروز هم حاضرم به عهدم وفا کنم. مجاهدین واقعیتش همینه که به خمینی میخواست حکومت قرون وسطایی برپا کنه، مجاهدین نگفتم به برپای حکومت قرون وسطایی خمینی، به خاطر همین درگیری شروع شد. محمد هم یه نمونه عینی بود که خودش نقل کرد. و سال 67 هم بچه ها همه سر موضع بودن، همه آماده بودن برای وفای عهد، کسی کوتاه نمی اومد، همه اون آرمان هایی که خاطر اون آرمان ها وصل مجاهدین شدن، آزادی و دموکراسی بود، خاطر اون آرمان ها وصل مجاهدین شدن، آماده بودن در راه همون آرمان ها به اصطلاح به طناب دار بوسه بزنن. من نمونه های زیادی قبلا اینجا اشاره کردم با بچه هایی که اونجا صحبت کردم دو همون بند سال 67 اعدام های سال 67. این هم خواستم این نمونه از محمد بگم که واقعا چیم که خمینی جنگ رو شروع کرده بود و نسکوشی مشاهدین به طور این از سال 60 شروع شد و همه زمان که ادامه داره. اگه سوال دیگه دارید من بازم. بله خیلی تشکر میکنم واقعا از این که اختصار رو رعایت کردین آقای بندلی، تشکر میکنم از شما. آقای زاهدی شما بفرمایید اگه نکته دارید. والا یک نمونه رو برادر عزیزمون علیکر بندلی توضیح داد. خب هم خودش هم بقیه بچه ها که توی اون سلول ها و توی اون راهرو مرگ و اینها بودن، نمونه های متعدد از این نوع روحیه ها، از این نوع وفاداری ها، از این نوع سر عهد موندن ها رو بسیار 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 گفتن که خب این نسل بوده در واقع و این راه بوده که همین مسیر رو ساخته که همین الان هم به همین شکلی داریم میبینیم ادامه پیدا میکنه و حتما که آخونده از این نسل رهایی نخواهند داشت و به دست همین آرمان و به دست همین ایمان در واقع سرنگون خواهند شد. بنابراین خیلی تقدیر و تشکر از اکبر عزیز و از شهادت بسیار گیراش در دادگاه و همینجور شهادتش الان اینجا به عنوان یک نمونه یک ستاره رو در واقع بر ما شهر داد و نورش رو تابون به این برنامه. دست شما در نکنه. بسیار سپاسگزاریم از شما. موفق باشید. و ما تماس بعدیمون احمد ابراهیمی از انگلیس روی خط هستید. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتاتون. آیا تماسمون برقرار هست با احمد ابراهیمی؟ صدای ما برمیگرده توی استودیو. خب تا شما ارتباط رو برقرار کنین من از فرصت استفاده میکنم. آقای زاهدی، یک بحث جدی دیگه که توی در واقع دفاعیات آقای کنت لوئیس مطرح شد، شما در شروع صحبت که محوری همه رو گفتیم بهش اشاره کردین، بحث استقلال مجاهدین بود در عراق. میخوام ببینم در این رابطه به طور خاص چه مدارک و مستنداتی ارائه شد. بله، در صورت که
من بگم که واقعیت اینه که خب مطالبی که اینجا مطرح شده بخش ناچیزی از مجموعه اسناد و مدارک و حقایقی که وجود داره، ولی در این حال به نظر نمیاد که برنامه گنجایشون داشته باشه که همین بحثا رو بکنیم، و امیدوارم که باز فرصت بشه به اینا بپردازیم، چون فی الواقع اینا تاریخچه درخشان یک مقاومت خونبار مردمیه که من فکر میکنم فهمم این هست که در این حال توی این سالیان البته خب قله های رفیع زیاد داشته، ولی یکی از درخشانترین قله هاش همین اقدام جسورانه در این حال به نظر من تاریخی، میهنی، مردمی هست که مجاهدین به عراق رفتن با پذیرش همه ریسک ها و خطراتش و همه لاتعالاتی که در موردشون گفتند و میگن و خواهند گفت، ولی در این حال اون جنگ جنایتکارانه رو بهش پایان دادن. به نظرم این در تاریخ بشریت به نام مجاهدین ثبت خواهد شد، جنگ ایران و عراق. بله، بنابراین خیلی حرف و بحث زیاده، من فقط اشاره میکنم به بحث استقلال مجاهدین در عراق که تو این دادگاه مطرح شده. ببینید واقعیت این هست که خب خیلی در جنبه‌های مختلف میشه این رو به اصطلاح نشون داد. از یک طرف خب من همجور که گفتم عملیاتی که مجاهدین داشتن، خب تامرت فروغ جاویدان که خبرنگار در صحنه حضور نداشت که، ولی با این حال چون با اینکه حضور نداشتن با به سائقه شناختی که از مجاهدین و کارکردشون داشتن علی‌رغم همه بازی‌های سیاسی که وجود داره، ولی با این حال گزارش‌هایی که دادن در مجموع حرفشون است که این عملیات عملیات مجاهدینه. خود رژیم هم در فرهنگش این است که عملیات با مجاهدین می‌جنگیده و نه با عراق. من ندیدم جایی رژیم حتی یک حرف زده باشه که با یک عراقی درگیر بوده باشه. خب در این زمینه اسناد مدارک زیادی که من از اینا میگذرم، به طور مشخص میرم به اصطلاح مقوله است. فقط یک مورد هست اشاره کنم که به نظرم خیلی مهمه. این روزنامه واشنگتن پست در 10 خرداد اگر یا 11 خرداد سال 67، یعنی در واقع قبل از عملیات چلچراغ، یه مصاحبه کرده با آقای محدثین، مسئول کنونی کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، اون زمان مسئول سیاست روابط خارجی سازمان مجاهدین بود آقای محدثین، و در این مصاحبه به شدت به سیاست دولت عراق در مورد جنگ شهرها ازش انتقاد کرده. یعنی در عراق این مصاحبه انجام گرفته، جالب آخه در عراق مصاحبه انجام گرفته، ولی در این تیتر این مصاحبه این است که مقاله مفصلی نوشته که شورشیان ایرانی مستقر در بغداد از استراتژی جنگی عراق ناراضی هستند. خب ما رفته بودیم اونجا، داشتیم با رژیم می‌جنگیدیم خودمون، و بنابراین با عراقیام هم جوش گفتم خب مجبور بودیم هماهنگ بکنیم، برخلاف تو کشور عراق بودیم، قرارگاهمون تو کشور عراق بود، ولی با این حال وقتی که به پرنسیپ‌ها و به حقوق مردممون برمیگشت دیگه تعارف نداشتیم دیگه. محکوم کرده آقای محدثین توی این صحبتش که در واقع منظور موشکباران شهر بود. بله، موشکباران غیر نظامیان. دقیقاً این رو چیز کرده، میگه محدثین، من حالا جملاتش رو میخونم، میگه که محدثین گفت برای هر ایرانی از جمله ما دیدن هموطنانمان در زیر آوار و کشتن در جنگ شهرها بسیار سخت است. مردم مجبور شدند وسایل خانه‌های خود را ترک کنند و به سر سامون دادن چادر در بیابان متوسل شوند. و خلاصه گفته که ما محکوم میکنیم این رو، یه جاش گفته که محکوم میکنیم این کار از هر طرف که باشه محکومه، نباید اهداف غیر نظامی رو هدف غیر نظامی هدف قرار بدن. این یک به اصطلاح یک تونه از این نمونه هاست. یه نمونه دیگه که به نظرم باز بسیار قابل توجهه، یک مقاله است که آقای رفیق سامرایی نوشته. رفیق سامرایی یکی از بالاترین ژنرال های ارتش صدام حسین بود، مشاور نزدیک خود صدام حسین بود، فرمانده ضد اطلاعات کل ارتش عراق بود و سرلشکری بود که بسیار شناخته شده توی عراق. این آدم در سال 94 یعنی بعد از استان کویت از عراق فاصله گرفت، رفت به اپوزیسیون پیوست، یعنی کاملا از دولت سابق عراق فاصله گرفت و شد بخشی از اپوزیسیون. ولی با این وجود وقتی رفت اپوزیسیون همچنان شخصیتی نبود که خودشو بفروشه به راحتی. حالا من با این عبارت اینو بیان میکنم، به همین خاطر مواضع در مجموع سنگین و متعادلی داشت. بعد از سرنگونی دولت سابق عراق برگشت بغداد و شد مشاور امنیتی جلال طالبانی رئیس جمهور جدید عراق. چند سالی بود، بعد
ترک عراق رو و رفت دیگه از عراق، دیگه برنگشت عراق. حالا این آدم در سال 2009 که در واقع میشه 88 یک مقاله نوشت در روزنامه القبس کویت چاپ شد، بعد سایت ایلاف و العربی و نام چاپ کردن که این از جمله مدارکی که ما دادیم به دادگاه. خب این آدمی که اول یک از سران ارتش عراق بوده، بنابراین با تمام جزئیات کار مجاهدین در عراق ریز به ریزش حتما آشنا و اطلاع داشته و گزارش داشته ازش، یعنی مطلع بوده کاملا. در این حال کسی بوده که از دولت سابق عراق فاصله گرفته، بنابراین حرفش منطقا چه این آدمی نباید به نفع مجاهدین حرف بزنه، این باید علیه مجاهدین حرف بزنه و نه به نفع مجاهدین، چون خودش از اون دستگاه کاملا فاصله گرفته. ولی یک مقاله نوشته که تیتر مقالهش اینه: مجاهدین خلق و فلسفه بقا. و خیلی روشن با جزئیات توضیح میده، بحث میکنه که فلسفه بقای مجاهدین در کوران این همه حوادث عجیب و غریبی که اثر گذاروندن اینه که اینا مستقلن و وابسته به جایی نیستند. حالا وسط مقالهش این جمله میگه، میگه برخلاف اون چه گفته شده، مجاهدین خلق حتی یک عملیات رزمی را در چارچوب عملیات رزمی نیروهای مسلح عراق علیه نیروهای عراق ایرانی انجام ندادند. این شهادت بسیار شهادت ارزشمندیه، چون آدمیه که فی الواقع شهادتش دقیقه، یعنی اولا مطلع، بعدم خب موضعش طوریه که میگه هر کاری که انجام میدادن یک کار جدا با ویژگی‌های خاص خودش بود، یعنی مربوط به خود خودشون بود. واحدهای آن با واحدهای عراقی اقدام نشدند و عناصر آن در تمامی مدتی که در طول جنگ سپری کردند در عملیات عراق حتی در سطح فردی، یعنی یک فردشون، شرکت نکردند. خب پس بنابراین این حرف حرف پوشه که میزنن دیگه. حالا این آدم خود صدام حسین که در واقع رئیس جمهور عراق در اون زمان، نه بعد از اینکه رفت کویت و بده شد توی دنیا، در اون زمان که رهبر عراق بود و در واقع رهبر یک دنیای عرب بود و همه کشورهای مهم دنیا ازش حمایت میکردن، هم آمریکا حمایت میکرد، هم فرانسه حمایت میکرد، هم شوروی، هر سه ازش حمایت میکردن، اون زمانی حرف میزنه. این حرف هم مال در واقع تیر ماه 88، یعنی درست باز همون زمانای بعد از عملیات چلچراغ، بعد از عملیات چلچراغ قبل از عملیات فروغ. میگه که در مورد خامنه ای حرف میزنیم که دروغ میگه، میگه که ما مزدور داریم، ما مزدور نداریم. در مورد مجاهدین میگه اینا رو مزدور عراق میخونه، میگه ما مزدور نداریم، ما مبارزان آزادی دارای ایده و آرمان احترام میگذاریم. برای اطلاع میگویم، اینجا یک شهادت میده، میگه برای اطلاع میگویم که قبلا از اونها اطلاعاتی خواسته بودیم که رد کردند، یعنی به ما ندادن اطلاعات. مجاهدین تو عراق بودن ها، رد کردیم حرفشون. وقتی اونها قبول نکردن ما به نظر اونها احترام گذاشتیم، چرا که این اطلاعات اطلاعاتی بود که ممکن بود به اقتصاد اونها یا مردم اونها ضربه بزند. ناگهان شهادت صدام حسین سال 88 روزهای پایان جنگ ایران عراق به نفع و در مورد مجاهدینه. اینها در واقع از جمله شهادت های همون زمان آدمایی که جان بودن. دقیقاً. نمونه های دیگه‌ای که هست که البته همون گفتم به نظرم خود این موضوعی بحثیه که باید یک بار مفصل راجبش چه این برنامه کامل بزنیم. تاریخ صحبت صدام حسین رو یه بار دیگه والا 3 ژوئیه 88 تاریخ من بله. به زبون چیز مشکل نداره، میلادیش نمیشه. بله میشه 3 ژوئیه 88 در واقع بعد از عملیات چلچراغ. بله. قبل از درست بین عملیات چلچراغ و فروغه. بله. چون که عملیات چلچراغ در واقع روز 28 ژوئن بود، درست بعد از عملیات. بله. چلچراغ. بعد میایم به مقولات مالی. من اشاره بار میگم چون وقت زیاد میگیره. ببینید ما در واقع اولا صدها سند در این زمینه چاپ کردیم، کتاب چاپ کردیم، کتاب 500 صفحه است که همش اسناد استقلال مالی مجاهدین از عراق، هزینه های هنگفتی که ما در عراق کردیم، پول برق و آب و هر امکانات داشتیم و خودمون میدادیم. حالا از جمله اینها مال اون سال، در سال 87، یعنی سالی یک سال بعد از اینکه ما رفتیم عراق، این دو تا سند است اینجا، در یکیش 5 میلیون، در یکیش 3 میلیون دلار پول از بانک های سوئیس به بانک، یکی به بانک رافدین عراق فکر کنم، هر دوش به بانک رافدین اشتباه نکنم منتقل شده. چرا؟ چون این پولا رو میفرسته اونجا که ما بذاش چی بگیریم؟ دینار عراقی بگیریم خرج کنیم توی عراق. این یک سند دیگه است، در واقع اسنادی در مورد وارد کردن 240 خودرو از امارات به عراق به قیمت چند میلیون باز درهم اماراتی. پس ما برای ماشینای امکانی داشتیم پول میدادیم. اینها
اسنادی هست که در واقع بخشی از اسنادیه که سلاح‌ها و مهماتی که ما از رامون خریدیم و ابعاد کلان، بعد با دادن پول‌های مثلا یکیش 3,277,000 دلار نمیم، این چیز به اصطلاح ارقام هم میلیونیه، میلیون‌ها دلار چندین بار این ستاش که الان اینجا دارم دلار پول دادیم برای اینکه به اصطلاح مهمات و سلاح، البته منبع اصلی سلاح ما اون سلاحایی که خودمون غنیمت گرفتیم از رژیم، سلاحایی که به خصوص از امارات چلچراغ گرفتیم که همون زمان کارشناسا نزدیک 2 میلیارد دلار اینو برآورد می‌کردند. پس بنابراین این بخشی از به اصطلاح مقولاتی که نشون میده که استقلال. حالا آقای زاهدی، سوالی که اینجا پیش میاد محدود این هستش که به هر حال قتل عام به لحاظ زمانی نزدیک عملیات فروغ جاویدان بوده، به هر حال مجاهدین 30 سال در عراق بودن و در بخشی از این پریود زمانی جنگ ایران و عراق در جریان بوده، به هر حال اینکه مقامات عراقی بیان بگن در جنگ همراه مجاهدین نبودن ممکنه دلیل متقنی نباشه به تنهایی. چرا علارغم این در این دادگاه تلاش شده که بگیم که قتل عام مجاهدین ربطی به جنگ ایران و عراق نداشته؟ بله، من یه فاکت به این حرفای شما اضافه کنم. بله. که ممکن طنز باشه ولی تو حکم اومده، میگه بابا آخه ارتش ایران اون زمان 500,000 نفر بودن، ارتش عراق 1,000,000 نفر بودن، اینا با هم میجنگیدن، آخه مجاهدین چند هزار نفر بودن، برای چی اینا اینا که کاری نیستن این وسط که. خب ببین آخه این حرفا حرفای خود حرف به نظر حرف غلطی نمیاد، ولی خب واقعی نبود. آخه قبل از اینکه آدم بخواد استدلال ذهنی بکنه باید بره وقایع رو نگاه بکنه، با وقایع میشه تعیین تکلیف کرد. من اما اینکه شما میگه چرا این کارو کردن، من یه اشاره کردم. ببینید به خاطر اینکه سادهش میخواستن بکنن، ساده در مورد اینکه اگر جنایت جنگی نتیجه یک جنگ بین المللی باشه در سوئد قابل مجازات هست، در مورد این کسی اختلاف نظر بله نداره. همه حقوقدان ها، همه کارشناسان، همه معتقدن که اگر جنایت جنگی نتیجه جنگ بین المللی بود در سوئد میشه مجازات کرد، اما بله اگر جنایت جنگی نتیجه یک جنگ غیر بین المللی باشه یک حقوقدان باش مخالفه در سوئد، که این حقوقدان البته حقوقدان مهمیه، پروفسور حقوق قدیمیه. دادستان در استدلالی که کرد در این دادگاه در آخرین دفاعیات دفاعیش که بسیار دفاعی دقیق بود در مورد اینکه جنگ غیر بین‌المللی هم در سوئد قابل اجرا هست، گفت ببینید من تکرار میکنم این آقا تنهاست در این نظر، ولی بالاخره یک حقوقدان با این حرف چیه؟ مخالفه. پس یک مقداری برای دادگاه یه ذره سخت میشه که آیا مثل اون راحت نیست، که آیا ساده میتونه راحت حکم بکنه، یعنی یه ذره جسارت میخواد، جسارت قضایی یعنی برای دادن حکم. اگر این جسارت داشته باشه میتونه حکم. حالا برای اینکه بدونید در دادگاه های سوئد دیانه بحثایی که وقت میگیره باز بله در دادگاه های سوئد، البته فقط 1.5 دقیقه وقت دارید و میدونم کافی نیست برای بحثایی که بله به این دادگاه برمیگرده، ولی به عنوان بله بارها دادگاه های سوئد در همین مورد رأی دادن که در جنگ های غیر بین المللی دادگاه سوئد صلاحیت داره در مورد یوگسلاوی، در مورد سوریه و حکم صادر کردن، چون هم یوگسلاوی داد جنگش غیر بین المللی بوده، هم سوریه غیر بین المللی بوده. اینا رو بعدی حالا اگر فرصت بود بعدا با جدات بگیم. به هر حال بخوایم جمع بزنیم این بحث رو، ببینید الان ما در این نقطه هستیم که این دادگاه الان در برابر این سوال قرار گرفته که آیا روی واقعیت‌ها حرکت بکنه و بعد بگه جنگ غیر بین‌المللی بوده و این جنایت جنگی محصول یک جنگ غیر بین‌المللیه و خمینی به خاطر این جنگ غیر بین‌المللی بوده که این حکم صادر کرده و نه جنگ ایران و عراق و نه فروغ جاویدان، اگر اینو بگه حرف واقعی زده، اعتبار داده به خودش و به سیستم قضایی سوئد، یا اینکه بره همون حرفای قبلی رو تکرار بکنه. من شخصا امیدوارم، هم امید هم علاقه دارم، هم امیدوارم که دستگاه قضایی سوئد خودشو خراب نکنه، بیاد این حرفای حقیقت رو که این حقایقی که ما به گوشایش اشاره کردیم اینا رو در واقع در حکمش لحاظ بکنه و
حمید نوری رو مجددا محکوم کنه به حبس ابد به خاطر ارتکاب جنایت جنگی به دلیل نقض قوانین جنگ در یک نزاع مسلحانه غیر بین المللی. بله، تشکر میکنیم از شرکتتون در برنامه، همطور تشکر میکنیم از شما و همه دست اندرکاران این کارزار حقوقی بزرگ که تا همینجاش هم به حال پرده از روی بخشی از جنایات رژیم حاکم بر ایران در قبال مجاهدین و مقاومت مردم ایران برداشته. بینندگان عزیز، با امید به اینکه برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.